در دو ماه اخیر دو کارمند ریاست زراعت ولایت لغمان از سوی طالبان دو بار زندانی و کنون رها شدند. مرتضی رحیمی که از 16 سال بدین سو کارمند ریاست زراعت لغمان است میگوید که بار نخست او و زاهد منگل همکارش در حدود دو ماه پیش به دستور مقام های محلی طالبان در این ولایت زندانی شد. آقای رحیمی میگوید که پس از سپری کردن 3 روز در زندان طالبان با پادرمیانی بزرگان اقوام از زندان طالبان رها شدند. همه او چه تجه مشران پا منگلیتو بانده ازادیگم رازم خپل کورتا خوچه کلا بیا دی زنگو هی منگتا دی مغا مشران لخوان زنگو هل کیگی چه تاسو داغل تا ریسی نوسی هل تزو نوال تا نور بندیانمو نو مال تا دی سرسالیب نست کسانو نو بیگم سوگو اغا مال تا شتون لاری نو مال تا منگو بوتلو بالاخره لغمان ولد تا بیارو دلتا. این کارمند ریاست زراعت لغمان میگوید که در حدود 1 ماه پیش از سوی طالبان برای بار دوم زندانی شد. آقای رحیمی میافزاید که فرماندهان محلی طالبان در حدود 1 ماه پیش پس از زنگ زدن به فرماندهان محلی این گروه او و همکارش را دوباره زندانی کردند. نو مونږ ورته ویلي چې مونږ ملکي مامورینو ستاسو په دې ساحه کې مونږ خپل فعالیتونه کوله پخوانه او اوسنه او تاسو نو مقصد دا چې مونږ نیولي نو مونږ حکم نظامي خلک مونږ ملکیان یو ملکیان هغه خلک دي چې هغه آزاد خپل فعالیتونه مخې ته وړي تاسو مونږ ګورئ. این دو کارمند ریاست زراعت لغمان پس از چند روز زندانی شدن دوباره همراه با 58 تن دیگر از زندان طالبان در لغمان رها شدند. او زاهد الله منگل چې ریاست زراعت د ټکنالوژي مدیر ده د همغه سلور کارو تقریبا د دې نه راهیسته پیژنم چې دلته خپل په ملکی اداره کې خپل وظیفه په مخ بیایي او مدیر صاحب مرتضی چې په الینګار لسوالۍ کې زموږ خدماتي مدیر ده او هغه هم د همدومره وخت نه را په دې خوا پیژنم. حکومت میگوید که بر بنیاد توافق طالبان باید در بدل زندانیان این گروه نیروهای دولتی را آزاد میکردند، اما کنون دیده می شود که این گروه غیر نظامیان و کارمندان غیر نظامی را نیز را بوده و کنون در بدل جنگجویان این گروه رها می سازد. گر ورسوالی که من گاید دو کارمندان چه پا پیکر کما دسی رسمی وقتم نو زنگو تورچی و به غوختی و دیگو سر به منگه دی قومی مشران و پا مرد بانی بیرتا چه منگه عمل تا خدمات تا بلاندی کل به منگه او سر به بغوش کل چه خلق پا زمانت باندی را خوش شو. بر بنیاد توافقنامه سال میان امریکا و طالبان در بدل 5000 زندانی طالب باید 1000 زندانی حکومت افغانستان از نزد طالبان رها می شدند. اما این روند با کندی به پیش می رود و تا کنون در حدود 500 زندانی طالب و 60 زندانی حکومت افغانستان رها شدند.